درود و برکت بر شما و همه بینندگان عزیز برنامه‌تون. خدمت شما شناسنامه فنی و ملکی ساختمان یک نوع سندی هستش که نشون میده که ساختمان رو کی ساخته، با چه مشخصاتی ساختن، چه مصالحی استفاده شده، حتی شخص سازنده‌ای که در بحث‌های جز مثل لوله‌کش، مثل گچکار، مثل اسکلت‌کار رو توش مشخص می‌کنه، مشخصات فنی محصول رو در اون مشخص می‌کنه. نشون میده طراح این ساختمان کی بوده، مجری این ساختمان کی بوده، ناظر این ساختمان چه فردی بوده. این میشه گفتش که کلیت یک شناسنامه فنی ساختمان هستش که میشه گفت بهترین توصیفی که براش داشته باشیم در همین زمینه هستش. حالا اگر میخواید بدونید که این شناسنامه فنی به چه دردی میخوره، ما برای بحث حقوق مصرف کننده در جامعه یک سندی داریم به نام حقوق مصرف کنندگان. هر مصرف کننده جنسی رو که در ایران میخره باید بدون دارای چه مشخصاتی هستش. این دقیقاً تعریف بهره‌وری حقوق مصرف کننده هستش که برای خریداران ملک به درد میخوره و این که در قانون در آیین‌نامه اجرایی نظام مجلسی اومده که ساختمان وقتی از کسی به کسی دیگری منتقل میشه، یعنی شما میرید برای خرید ملک، این شناسنامه فنی به عنوان سند ساختمان باید به نفر بعدی منتقل بشه. یعنی اگر ساختمان 10 دست هم بچرخه، مشخصات تمام این اطلاعات ساختمان به نفر دهم هم منتقل میشه. ولی اگر این شناسنامه فنی و ملکی نشاشیم، با 2-3 دست چرخیدن تمام اطلاعات ساختمان از بین میره و کسی نداره و فقط مرجعش میمونه در شهرداری. ما به خاطر اینکه خریداران در هر دوره بدونن که چه اطلاعاتی دارن، این شناسنامه فنی در آیین‌نامه اجرایی دیده شده. برای نظام مهندسی اصلا نمیتونیم بگیم در بخش اقدام ملی مسکن یا مسکن مه، به خاطر اینکه در قانون نظام مهندسی اومده هر ساختمانی در هر نقطه شهر و روستا میخواد ساخته بشه باید توسط مهندسان ذی‌صلاح ساخته بشه. بنابراین مسکن ملی یا اقدام ملی یا مسکن مهر هم سوای از این ساختمان‌ها نیست. هر ساختمانی که پروانه از شهرداری میگیره باید داره مهندس طراح، مجری و ناظر باشه. پس این اقدام ملی هم چیزی پس میتونیم بگیم جدا نیست. فقط در بعضی از موارد هستش که دولت فشارهایی میاره در بعضی مواقع که مهندسان مثلا در بحث اقدام ملی مسکن باید بیان تخفیف بدن و من به عنوان یک عضو اسبق هیئت مدیره واقعا مخالف این موضوع هستم. دولت اگر خیلی زورش زیاده بره به تولید کننده هایی که دست خودشه، مثل تولید فولاد، تولید سیمان که بیشترش رو میشه گفت یه پشتبند های دولتی دارن، بره تو اونجا تخفیف رو بگیره، اون رو میبره در بورس، قیمت میره بالاتر، بعد فشارش رو به جامعه مهندسی میاره و در انتها این هستش که مگه بخش مهندسی چه درصدی از ساخت و ساز هستش؟ در همه جای دنیا ما یه چیزی هولوش 5% تا 7% قیمت تمام شده یک ملک به عنوان دستمزد مهندسی، حالا چه طراحی، چه اجرا، چه نظارت تو بحث مدیریت پیمانش، اما در کشور ما این عدد زیر 2% هستش و وقتی که عدد اینقدر پایینه دیگه تخفیف دادن اون معنی نداره. تخفیف یعنی اینکه کیفیت بیاد پایین. حالا بعضی مواقع هستش که اعلام میکنن که نه، ما چون قسم خورده هستن مهندسا باید با هر قیمتی درست کنن. ما منکر این نیستیم مهندسانمون قسم خوردن، ولی قطعا اینو باید بدونیم که چرا یه خودرویی که مثلا یه قیمت پایین داشت، حالا بگذاریم در ایران که قیمت ها اصلا نابسامانی داره، ولی در همه جای دنیا قیمت یه خودرویی که خیلی پایین تر هست، کیفیتش هم نسبت به اون خودرویی که قیمت بالاتر داره خب پایین تر هستش. ما قطعا تخفیف های نابجا در حق و زعم های مهندسی قطع به یقین در کیفیت اثر میذاره و بعد نتیجهش این میشه که میان یه دفعه میگن مثلا ساختمان های مسکن مهر از کیفیت پایینتری برخورداره که من در کلانش بازم اینو قبول ندارم. ما در اونجا اومدیم با قیمت پایینتر با یه شرایط دیگری داریم ساختمان سازی میکنیم. بنابراین نقش نظام مهندسی این ساختمان سازی در شهر هیچ فرقی با اقدام ملی مسکن یا نهضت ملی مسکن نداره.